جنگ، انتحار، انفجار، کشتار، غیر نظامی و امروزه قربانی میگردد. آره، این حکایت تلخ سرزمین است به نام افغانستان. سلام، سید محمد یزدان پرست هستم در برنامه تحلیل با شما. میمانانم در بس، دگرمن محمد انیف رضایی، سخنگوی فرماندهی قول اردوی 39 شاهین، مولوی عبدالباسط پیغامی، عضو شورای عالی سرتاسری علمای افغانستان و استاد سید عبدالحمید صفوت، رئیس اتحادیه نهادهای مدنی بلخ. میمانای گرامی، خوش آمدین به بس. موضوع محوری بحث امروزی ما قربانیان غیر نظامی در منازعات است. رقم رو به افزایش تلفات ملکی نگرانی را نسبت به وضعیت افزایش داده. در کنار مخالفین مسلح که عامل اکثریت تلفات غیر نظامی به شمار می رود، نیروهای امنیتی و دفاعی نیز بعضاً در صدمه رساندن به غیر نظامیان نقش دارند. این که چرا چنین وضعیت اتفاق می افتد و چی راهکارهای جهت جلوگیری از صدمه رساندن به غیر نظامیان وجود دارد با میمانان ما به بحث می گیریم. آقای رضایی، من هست نخستین پرسش شما می خواهیم آغاز کنیم که تا چی حد نیروهای امنیتی و دفاعی دقت لازم به خرج می تن تا غیر نظامیان آسیب نبینند؟ تشکر. سلام عرض ادب دارم حضور شما، میمانای گرامی و همه بیننده های خوب تلویزیون پیکان. خدمت شما عرض بکنم که با تاسف در این قضیه مدرنترین کشورها یا مدرنترین ارتش های کشورهای دنیا هم تا هنوز موفق نبودن که در مخاصبات بین کشوری تلفات ملکی را به حد اقلش برسانه. بعضا اشتباهات پیش آمده و بعضا درگیری ها منجر به تلفات مردم ملکی شده، اما در افغانستان متاسفانه این قضیه فرق میکنه. با توجه به اینکه نیروهای امنیتی ما هم در حال مدرن شدن و در حال پیشرفت هستند، یک موضوع خیلی مهم است که دشمن همیشه از مردم به عنوان سپر دفاعی و از خانه های مردم به عنوان سنگر بر علیه نیروهای امنیتی استفاده میکنه، که بعضا با تمام دقت ها و با تمام تاکید هایی که فرماندهان نیروهای امنیتی به اصطلاح در نظر میگیرن و با تمام پلانگذاری های منظم و طولانی که به خاطر جلوگیری از افراد ملکی، از تلفات افراد ملکی صورت میگیره، بعضا اشتباهاتی به وجود میاد. من فکر میکنم که اما گراف تلفاتی که از جانب نیروهای امنیتی متوجه افراد ملکی میشه و با گراف تلفاتی که از جانب حرس افغانهای طالب متوجه مردم میشن، اصلا قابل مقایسه نیستن و اصلا نمیشه این دوتا را در یک وزنه وزن کرد، چون نیروهای امنیتی اگر شما متوجه باشید به می اعلامیه سازمان جهانی حقوق بشر هم در اون متوجه میشین که یک بخش کوچکی، خیلی کوچکی از تلفات مردم ملکی متاسفانه در بعض حالاتی که به اصطلاح یا دقت صورت نمیگیره یا حرس افغانهای طالب از خانه ها و اماکن مردم استفاده میکنن، متوجه نیروهای امنیتی بودن. اما یک بخشی بسیار عمده و بلند و بلند بالای از این متوجه حرس افغانهای طالب بوده که در بعدهای مختلف منجر به تلفات مردم ملکی شده، چه این که آمدانه مردم را گلوله باران کردن، چه این که به خاطر ندادن پول و اون چه مطالباتی که اونا دارن مردم را گلوله باران کردن و از مردم قربانی گرفتن، چه این که بر اثر تعبیه ما اینها و یا سنگر قرار دادن خانه های مردم منجر به تلفات ملکی شدن یا باعث تلفات هموطن های ملکی ما شدن. حالا آقای اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، در روز معرفی فرمانده قول اردوی 39 شاهین گفت که اگر حیات یک غیر نظامی به خطر بیفته 100 نفر هم از دشمن باشه ایلا کنین بازم پیدایش میکنیم. این دستور سری نیست به شما مبنی بر این که اولویت شما حفظ حیات غیر نظامیان است؟ خب، ما در پلانگذاری های ما، در جریان و شروع عملیات های ما، تأکید فرماندهان نظامی هم چنین چیز است که ما جان یک نفر افراد ملکی را، سلامت جان یک نفر افراد ملکی را ترجیح میدیم به تلفات 100 نفر طالب. این یکی از اولویت های نیروهای امنیتی هستند. اما امور هم که گفتم بعضا اشتباهاتی به وجود میاد، بدیهی هستند، در هر جایی که کار هستند اشتباه هم همزمان با او در حرکت هستند. ولی ما در مجموع اگر در شمال، ما مشخصا بحث ما روی شمال اگر فکر بکنیم، در مجموع ما موارد چندانی نداریم که عامل تلفات ملکی نیروهای امنیتی باشند.
آقای پیغامی، از شما میخوایم بپرسیم که با باور شما بیشتر کی مقصر است در صدمه رساندن به غیر نظامیان، در شهید و مجروح کردن وطندارای غیر نظامی ما؟ تشکر جناب یزدان پرست صاحب. سلام خدمت شما و جناب آقای رضایی، جناب استاد صفوت و بیننده های خوبی تلویزیون پیکان. جنگ که در افغانستان طی 40 سال روان است، یقیناً که همه ما و شما میدانیم پیامد جنگ ضرر رسانیدن یا متضرر ساختن افراد ملکی و یا هم افراد دو طرف درگیر از جنگ، همه متضرر میشن، هیچ کس از جنگ سود نمیبرن. در حالت جنگی پیشتر جناب آقای رضایی گفتند اشتباهات صورت میگیره، یکی اشتباه است و دیگه عمدی است. ما در بسا جاها ای هم سراغ داریم که از طرف نیروهای امنیتی اشتباهات شده و اشتباهات اینا پذیرفتن، یقیناً که پذیرفتن اشتباه شد. اما ای که مخالفین مسلح از داخل خانه های مردم به عنوان سنگر به طرف مقابل اینا حمله ور میشن، طبیعی است که اونجا غیر نظامی و ملکی ها هم صدمه میبینن. اصل مسئله روی ازی است که اسلام روی قتل انسان و بشریت بسیار معتاد است، نمیخواهد که یک انسان به غیر حق کشته شود. و این فرمان قرآن است، بسم الله الرحمن الرحیم: فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یک انسان را اگر بدون موجب شرعی کسی به قتل برساند، گویا که بشریت را قتل کرده باشد. و یک انسان را حیات ببخشد و یا زندگیش را نجات بدهد، گویا که تمام بشریت را نجات داده باشد. جنگ خانمانسوزی که امروز در افغانستان طی 40 سال دامنگیر این ملت بیچاره مظلوم شده، همگی از این متضرر است. با باور شما، بازم تکراراً اگر تاکید کنیم که بیشتر کی مقصر است؟ شما پیشتر گفتین که نیروهای امنیتی و دفاعی که بعض اوقات به غیر نظامیان صدمه رساندن، اشتباه خود را پذیرفتن و حتی مزدد خواهیم کردن، ما شاهدش هستیم. اما او طرف خب هرگز جمله به نام عذرخواهی یا پذیرش اشتباه بر زبان نیاورده. بیشتر باور شما کی مقصر است در صدمه رساندن به غیر نظامیان؟ یکی از دید امروز که ما و شما در وطن زندگی میکنیم، آنچه را که مشاهده میکنیم به چشم سر و میبینیم، این یک حقیقت آشکار است. این را نمیشه از چشم پوشی کرد. او طرف هم که میجنگن، دلایل برای خود دارن. و ما و شما فعلا در مسند فتوای جنگ کی حق دارد، کی حق شما ندارد، دلایل او طرف موجه میدانیم؟ نه خیر، جنگ برای فعلا موجه نیست. میشه به جای جنگ برای دیالوگ و گفتمان به میز مذاکره بشینن، از روی گفتمان حل کنن، این بهتر خواهد بود. سپاس. جناب استاد صفوت، از شما میخوایم پرسان کنیم همین پرسش که در صدمه رساندن به غیر نظامی ها کی بیشتر نقش داره؟ نیروهای امنیتی و دفاعی، سربازانی که زیر پرچم سیرنگ افغانستان میجنگن، و یا مخالفین مسلح و راس افغانا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور مهمانان حاضر در برنامه و ادای احترام به قربانیان جنگ در افغانستان و اتحاف دعا و درود بر روح پرفتوح از اونا و احترام به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، ما فکر میکنم که این سوال جوابش خیلی واضح هست که کیا در افغانستان برای محافظت از قانون اساسی افغانستان میرزمه و کشته میشه و کیا به خاطر براندازی نظم و قانون در افغانستان میجنگه. یک بحث خیلی واضح است. افغانستان خوشبختانه کشوری است که زندانی سیاسی نداره و راه برای گفتگو همونطوری که مولوی صاحب گفتن باز هست. قانون برای تمام شهروندان افغانستان اجازه میده که مشکلات خود از راه گفتگو حل بکنه.
با درکی که ما مشکلات زیادی در دامنه حکومت داریم، فساد گسترده اداری، تکروی ها و چیزهای بی‌نهایت، ولی آنچه که مسلم است است که ما دارای یک قانون اساسی بسیار مدرن هم هستیم که ما شما را میتونه کمک بکنه تا با هم دیگه صحبت بکنیم و هم ما دارای حقوق و وجایب و مکلفت های یکسان هستیم. بحثی که کی در افغانستان متهم است و چی کسی عامل اصلی تلفات افراد غیر نظامی یا ملکی هست، یک بحث هرچند پیچیده شده ولی از دید ما خیلی پیچیده نیست، واضح هست. کسایی که در افغانستان این برنامه ریزی را دارن که وقتی جنگ میکنن باید سه تا مرحله را در نظر بگیرن: مرحله قبل از عملیات، مرحله روز عملیات یا جریان عملیات و مرحله بعد از عملیات. هرگاه یک نیروی مسلح نظامی منظم میخواد عملیات بکنه به خاطر تحکیم قانون و حمایت از افراد ملکی، ما فکر میکنم واضح است. اگر بحث ما حمایت از قلمرو افغانستان و حفاظت از مردم افغانستان نباشه، اردو، پلیس و امنیت ملی افغانستان مفهوم خود از دست میده. برداشت ما است که هر سه قوی افغانستان حتما مطابق کنونسنایی که دولت افغانستان متحد و گزارشته به سازمان ملل متحد هست و پاسخگو به مردم افغانستان هست، پاسخگو به پارلمان افغانستان هست، است که قبل از عملیات باید تمام تدابیر پیشگیرانه را به خاطر کاهش تلفات افراد غیر نظامی یا به حد اقل رساندن تلفات باید برنامه‌ریزی بکنه که ما فکر میکنم حتما در پلان قوای امنیتی افغانستان هست. آنچه که بعد از مرحله عملیات هست، هم طبیعتا باید تمام تلاش خود را به خرج بده تا در روز عملیات، در جریان عملیات، اهداف احتمالی که اگر اهداف ملکی باشه ولو باعث توقف عملیات نظامی شود، باید قوای امنیتی افغانستان از این عملیات خودداری بکنه. بحث سوم، همونطور که در صحبت‌های مهمانای محترم اشاره شد، مرحله بعد از عملیات است. در مرحله بعد از عملیات برداشت ما است که هر نوع اشتباهی، هر نوع سوی رفتاری با افراد ملکی صورت گرفته باشه، باید از طرف نیروهای امنیتی افغانستان که یک بخش سوم احتمالاً باید باشه که مرحله بعد از عملیات ارزیابی میکنه، اینا باید کسایی که احتمالاً اگر از طرف نیروهای امنیتی افغانستان هدف قرار گرفته باشه یا به نحو متضرر شده باشه یا خودشان یا مالشان، که وظیفه دولت افغانستان حفظ مال و جان مردم افغانستان هست، باید جبران مافات شود. که تا جایی که ما شنیدیم دولت افغانستان این کار انجام داده، مگر اینکه کسی خودش به دلایل ادعا نکرده باشه. برمیگردیم به طرف مخالفین مسلح افغانستان که باز هم تنها طالب نیست، گروه های متفاوتی هست که با دولت افغانستان از آدرس کشورهای مختلف می جنگه. اونا هم مشکلی که داره به هیچ نهاد بین المللی پاسخگو نیست و اونا کسایی هستند که به کنونسنای ژنو و سایر قوانین بین المللی متحد نیست. بر اساس برداشتهایی که خودشان از دین و مسائلی که پیش خودشان مطرح است و ایدئولوژی که اونا را رهبری میکنه دارن، اونا متاسفانه با پوشش دینی یا ابزاری ساختن مسائل دینی در افغانستان دست به قتل و کشتار میزنن که نمونه های بی نهایت زیاد است. شما از چاره زنبق شروع کنین تا صدها و هزاران حملات انتحاری در افغانستان صورت میگیره که از لحاظ قانونی، ولی ما در راه شرع و فقه نمیریم به خاطر از اینکه یک بحث خیلی باز است و فراتر از برداشت ما هست. طبیعتاً اینا همشان خلاف قانون و مغایر قوانین حاکم بر افغانستان و منطقه و جهان است. پس به باور شما بیشتر مخالفین مسلح باور ما سرم رساندن به غیر نظامیانند؟ باور ما است که بر اساس گزارش های مستندی که وجود داره، بیش از 70% قربانیان غیر نظامی در افغانستان از طرف مخالفین هدف قرار گرفته و حتی عامل از اونا بوده و میمانه حدود 30% که مربوط میشه به حملات هوایی که از طرف نیروهای ائتلاف صورت خب میگیره. خب این 30% هم چند بخش میشه جناب استاد؟ ما نیروهای داخلی داریم، نیروهای خارجی داریم، بله. و 1% هم مسلح غیر مسئولی میگیره که به هیچ طرف وابسته نیست. بله، بحث دیگه ایست که بازم ما هیچ گونه توقعی از مخالفین دولت افغانستان نداریم
که شما تلفات افراد ملکی را کاهش بدین. ما هرچند همونطوری که مولوی صاحب گفت از اونا میخواییم که تا جایی که منطق کار میکنه، منطق بشر نفته در زبان و در گفتارش است، نه در کشتن و زدن و ویران کردن. اونا هم باید تن بده به آینده افغانستان، تن بده به آرزوها و نیات مردم افغانستان و از کشتار دست بکشن، خواستها و توقعات خود بیار روی میز و مردم افغانستان مطرح بکنن. بحث دیگه ایست که برداشت ما ایست که دولت افغانستان نه تنها مسئولیت ای 30% باید داشته باشه، حتی 70% هم باید به عهده بگیره. یعنی دولت افغانستان باید کار انجام بده، باید برنامه را به گونه‌ای طراحی بکنه که بیشتر به اردو و قوای امنیتی افغانستان برنمیگرده، بیشتر به مقامات سیاسی افغانستان برمیگرده تا تلفات ملکی به هر شکلی باید کاهش پیدا بکنه و این رقمی دروشه. خب حالا کارگزارای حکومتی اداره را جور کردن به نام دفتر توحید که هر صبح گزارش میاره روی میز رئیس جمهور قرار میده. سرپرست وزیر دفاع علنن و صراحتا میگه که اگر یک غیر نظامی آسیب ببینه بگذارین 100 نفر از اونا برن از اون منطقه، باز ما پیدایشان میکنیم. وزیر داخله عین قضیه را میگه که متوجه جان و مال غیر نظامیان باشین. بیشتر از این حکومت به باور شما چی باید بکنه؟ خب بیشتر از این کارهایی که باید انجام میداد متاسفانه در گذشته ها او وظایف انجام دادن نشده، ولی آنچه که توقع مردم افغانستان است، ما به هیچ عنوان از دوز نباید توقع داشته باشیم که خانه ما را غارت نکنه. ما باید خانه های خود چنان مستحکم بسازیم که کسی قدرت سرقت نداشته باشه. دولت افغانستان فرصت هایی را که داشت متاسفانه از دست داد و عالی کوشش بکنه که به جای از اینکه ما در داخل خانه های خود جنگ بکنیم، بهتر است که خانه ها را مسئول بسازیم. چیزایی هست که شاید در سوالای بعدی باز فرصت براتون جواب بگیرم. تماشاگران تلویزیون پیکان، عزیزان شنونده شبکه رادیو نهاد، پس یک میان برنامه، برنامه تحلیل را دنبال کنید. خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد. پرسش بعدی را آقای رضایی از شما طوری مطرح میکنیم که اطلاعات استخباراتی دقیق نمی باشه که به غیر نظامیان صدمه وارد میشه و یا مخالفین مسلح پناه میبرند در میان افراد ملکی و از اونجا نیروهای امنیتی و دفاعی را هدف قرار میتن و اینا ناچار میشن جهت دفاع انداخت میکنن و غیر نظامی آسیب میبینه، چیکونه است قصه؟ دقیقاً موضوع دوم مورد تایید هستن. با تأسف هر جایی که تلفات ملکی به وجود آمده، اونچه که ما تحلیل و ارزیابی کردیم 95%ش موضوعی بودن که شما به او اشاره کردین، سپر دفاعی قرار دادن مردم ملکی و سنگر قرار دادن خانه های مردم و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی از خانه های مردم. البته من یک چیز را میخوایم تصریح بکنم که جلوگیری از تلفات ملکی یکی از اولویت های اساسی و یکی از برنامه هایی هستند که قماندان ها یا فرماندهان نیروهای دفاعی و امنیتی همیشه روی از او تأکید دارند. اما به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی با توجه به دقت هایی که از جانب نیروهای امنیتی صورت میگیره، یک بخش از این مسئولیت و مکلفیت هموطن های عزیز ما هم هستند که به خاطر حفاظت و حراست از جان خودشان یا به خاطر به اصطلاح جلوگیری از تلفات متصور و احتمالی، اونا باید مثلا حداقل اگر زورش به حراس افغانهای طالب نمیرسه، پل های ارتباطی، راه های ارتباطی هستن که با نیروهای امنیتی ارتباط برقرار بکنن و نیروهای امنیتی را از حضور حراس افغانهای طالب در امو خانه ها و در امو جاهایی که به اصطلاح خودشان هستن و اونجا احتمال حمله وجود داره، احتمال تلفات ملکی وجود داره، آگاه بسازن تا اینکه نیروهای امنیتی یک تصمیم معقولانه بگیرن. بیشتر به عامل تلفات افراد ملکی از جانب نیروهای امنیتی که بعضا اتفاق افتاده اینمی مورد بودن، ولی در مجموع یک بحث دیگر ما میخواییم خدمت شما عرض بکنیم که اگر ما بیاییم به صورت کلی موضوع را مطرح بکنیم که عامل تلفات مردم ملکی طالبا هستند یا به اصطلاح جناح‌های دیگر، این باید واضح خدمت شما بگم که طالبا اگر مخالف هستند و اگر مثلا اونا خواستهای سیاسی دارن یا به اصطلاح ملاحظاتی روی چیدمان و چگونگی حکومت دارن، امر خمی که استاد صفوت گفتن قانون و منطق انسانیت این هستن که بیاین روی میز مذاکره داشته هایشان را بگذارن، مطالباتشان را مطرح کنن
و از این طریق به اصطلاح مردم افغانستان، دولت افغانستان حاضر و آماده هستند که با اونا گفتگو بکنن و حتی اونا را بپذیرن با توجه به این جنایت هایی که در طول 18 سال اینا مرتکب شدن. ولی اونا این منطق را ندارن. پس ما اگر به صورت کلی ارزیابی بکنیم، عامل 100% فجایعی که در امروز در کشور ما به وجود آمده و میآید و اتفاق میفته، حرس افغان های طالب هستند، چون اونا هستند که با تاسف جنگ را بالای مردم افغانستان تحمیل کردند. اونا هستند که تطبیق کننده و پیاده کننده ایدئولوژی های صادراتی کشورهای منطقه هستند به خاطر منافع اونا. اونا هستند که عامل جنگ نیابتی در کشور ما هستند. ما یک موضوع رو میخوایم واضح خدمت شما بگویم که امو گپی که دکتر نجیب شهید تو سالهای قبل گفته بود، ما میخوایم اون رو باز هم همینجا تکرار بکنیم که ما فعلا در یک جنگ با یک گروه تبهکاری که بر اساس یک مطالبات معقول با ما جنگ میکنه نیستیم. ما عملا در برابر تهاجم استخبارات کشورهای منطقه قرار داریم که متاسفانه این جنگ از طریق عناصر مخرب درونی بر علیه ما و بالای مردم ما تحمیل میشن. جناب آقای پیغامی، میخوایم از شما به این شکل مطرح کنیم که اگر ما به چند سال گذشته نگاه نماییم، با موج گسترده از جنایات مواجه میشیم. از سال 1384 هجری خورشیدی تا حال 91 میراب مسجد یا شهید شده یا آسیب دیده. هزارها نمازگزار ما یا شهید شدن یا زخمی شدن. مراسم عاشورا آماج عمله عراس افغانانه قرار گرفت. خانقا تکی خانه آماج عمله عراس افغانانه قرار گرفت. تنها در سال جاری 50 باب مرکز سی تخریب شده، 112 باب مرکز سی مسدود شده. شارای مزار شریف شبرغان در یک قسمت انفجار داده شده، در سرک کسون و رسوالی بلخ میرید یک قسمت سرک تخریب شده. در شارای مزار شریف میمنه، در قسمت که از میمنه سون شبرغان میاین، سرک توسط اسکواتور تخریب کردن. و با توجه به مثالهایی که وجود داره، که مثالهای بیشمار دیگر هم هست اگر نیاز داشتین مطرح میکنم، بازم ما میتونیم بگوییم که اونا دلیل دارن برای جنگ کردن در افغانستان؟ جناب یزدان پرست صاحب، پیشتر گفتیم که جنگی که در افغانستان است واقعا جنگ استخباراتی منطقه است. اگر تنها جنگ خودی افغان ها بوده باشد، من فکر نمی کنم که حتما افغان ها خدا نخواسته در بین خود درگیر باشند. یک تعدادی از اینها این میشه از روی مذاکره حل شود و تخریباتی که صورت میگیرد خود جنگ است. اما جناب مولوی صاحب، بار بار حکومت صدا کرده که بیاین صلح کنیم، بیاین آتش بس کنین، بیاین در گفتمان بین الافغانی بشینیم، اما اونا خود در مسکو و در دوحه راحت تر هستند در نشست، در گفتمان بین الافغانی خود حاضر نشدن. ما دقیقا روی این مسئله می آمدیم که شما اشاره کردین. صلح در دوحه و در قطر، در اونجا اگر نتیجه می داد تقریبا 8 ماه الی 1 سال است که ادامه داره. صلح، نشست های صلح باید در افغانستان مرکز از او کابل است. چرا در اینجا مذاکرات شروع نمیشه؟ این نقص در کی است؟ آیا گروه های مسلح دولت و یا اینکه از طرف دولت صدای صلح بلند نشده؟ بلند شده، ما ای را میپذیریم، همیشه ندای صلح بلند شده. آیا یک چیزی که مبهم از پیش ملت، امی گرداننده کی است که ملت در روشنایی باید قرار بگیرد؟ خب حکومت طرح هفت مرحله ای را ارائه کرده، گفته که یک ماه آتش بس کنیم تا ما بدانیم که واقعا کسی که در دوحه قطر نشسته، کسی که به نام طالب است، کلش یک گروس یا هر کس فقط به خاطر ونگیری و چور و چپال نام خود طالب مانده و باجگیری را شروع کرده، اونا خاطش بس نپذیرفتن. دولت گفتمان بین الافغانی را پیشکش کرده که بیاین بدون قید و شرط میشینیم، اونا شرط های خاص خود مانده. دولت به خواست 2907 عالم دین آتش بس کرد.
پیشنهادهای گوناگون داشت. لوی جرگه ملی مشورتی صلح در بهار سال جاری قطعنامه 24 ماده ای را صادر کرد که در او مشخصا صدا شده بود صدای ملت سر طالبا که بیاین صلح کنین. حالا حکومت خود مشخص کرده لااقل میکانیزم و چارچوب خوده. به باور شما طالبا چی نیاز دیگه باید وجود داشته باشه؟ چی مشکل دیگه شان باید حل شه تا اونا بدونن گردانده کیست؟ دقیقا مشکل همی است که چرا این بگومگوهای است که چرا طالب ها نمیان به ندای صلح دولت پاسخ نمیتن و با امریکایی ها نشست میکنن با افغان ها نمیکنن. این سوالی است که در ذهن تمام ملت است. ملت افغانستان بمی متوجه هستند که بجای این همه پیشنهاد صلح از طرف دولت میشه اونها با هم با خارجی ها نشست میکنن طرح صلح آقای خلیلزاد پیش میبرم. ای برای ما یک درد است، واقعا دردآور است. اگر ما بین خود مشکل داریم خب بیا نشستی بین الافغانی را بکنیم که ما با زبان یک دیگر خوب میفهمیم، با فرهنگ یک دیگر خوب بلد هستیم، عنانات یک دیگر خوب میفهمیم. از ای که آقای خلیلزاد از امریکایی ها یک چیز را برای جنای مخالف که طالب هاست برای از اونا بگن، حداقل یک ترجمان بین ازیا وجود داره که او را ترجمه کنه، یک زمان میبره و ما هم مستقیم به زبان خودشان گپ میزنیم، اونا به زبان ما میفهمند، ما از دل از اونا میفهمند، اونا از دل ما میفهمند. ما هم همی صدا را میکنیم که بیان بروی میز مذاکره، بروی گفتمان، گفتمان بین الافغانی. حالا پاسخ همی چرا را اگر شما داشته باشیم، چرا طالب نمیایه و در عقب میز مذاکره با حکومتی که برای شما رأی دادیم نمیشینه؟ این باز هم متوجه این میشه که اونا چرا نمیاین. این برداشت شما را چرا نمیاینشان میخواییم بدانیم؟ برداشت ما البته در این ارتباط است که شاید هم در استخبارات منطقه دخیل بوده باشه، اونا مشوره را برشان بتن که شما با گفتمان صلح بین الافغانی حاضر نشوید. پس میپذیرین که طالبان توسط استخبارات همسایه مورد تجهیز و تمویل و تربیه قرار میگیره؟ در افغانستان که 40 سال است جنگ شعلاور شده، با این جنگ 40 ساله همه کشورهای منافع خود دنبال کرده، این خود یک چیز واضح هست. پس به باور شما طالبان توسط چند کشور حمایت میشه؟ طالبان را تنهای تو مشخص ما گفته نمیتونیم که به چند کشور است، تعدادشان وابستگی دارن. اما عملا شما شورای کویته را دارین، شورای میرانشاه را دارین، شورای پشاور را دارین. شما میبینین که طالبان میرن در مسکو با وزیر خارجه روسیه میبینن، در تهران میرن با وزیر خارجه ایران میبینن، در چین با مقامات چینی دیدار میکنن و اما یک بارم نمیشه که مثلا با یکی از اعضای پارلمان افغانستان ببینن یا با کارگزارای حکومت وحدت ملی دیدار کنن. پس این نشان نمیده که اونا بیشتر توسط خارجی ها کرایه شدن؟ فعلا که طالبان چند سال قبل به این صورتی که ما و شما رویشان حساب میکنیم البته نبود، در سالهای پسین خیلی قدرت نمایی کردن و این خودش یک سوال است که طالب فعلا به یک حقیقت مبدل شده هست که یک تعداد جغرافیای افغانستان را در اختیار داره و در کشورهای همسایه و بسا کشورهای دیگه اونا فرموده شما سفرهای خود دارن، اونا کتشان همکار است. اما زمانی که اعضای کاروان صلح‌خواهی المن در فرار بوده میشه، زمانی که اینا با شورای کویته پاکستان طالبا ارتباط میگیرن، میگن که طالب که دفراس با ما پیوند نداره و از سوی دیگه طالب که در قطع تخار میجنگه، اینا جنگ افزارشان با جنگ افزار طالب که در کنر و پکتیکا میجنگه فرق میکنه. فکر نمیکنین که حال طالبا به چند تشکیلات تقسیم شدن و تنها هر کدامش از این نام استفاده میکنه؟ این هم یک حقیقت است. بیاین اگر طالب ما کتگوری بندی کنیم، این پاسخه با جناب آقای رضایی میگفت، چند قسم طالب فعلا ما در افغانستان داریم؟ طالب های خودسازی های محلی آیا نداریم؟ از این منکر هستیم ما و شما؟ جناب استاد صفوت، میخواییم از شما مطرح بکنیم این پرتشکت. با باور شما آیا طالبان یک تشکیلات منسجم و منظم هستند یا هر کی با یک پرچم سپید آمده در صدد ونگیری و اذیت آزار مردم ماست؟ خب ما فکر میکنم که برای مردم افغانستان بسیار زیاد واضح هست که طالبا کی هستند، از کجا آمدند، چند گروه هستند و این طالبا ظاهری چی شرایطی هستند. ما
من فکر میکنم نابسامانی ها و کمکاری هایی که صادقانه در درون نظام صورت گرفت بعد از سال 2001 تا سال 2014 این خودش آبستن یک شرایط شد که از این هم طالبات تولد شد و هم صدها یا ده ها یا 20 گروه مشخص کلانی که امروز دولت افغانستان اونا رو به عنوان گروه های مسئله مخالف خود میشناسه. و چیزی که واضح است همین است و امروز کشورهای منطقه نظر به حضور نظر به اینکه یک ائتلاف کلان جهانی در افغانستان حضور داره و رهبری ایالات متحده آمریکا که شریک استراتژیک دولت افغانستان است، این احساس وجود داره که یک خیلی از کشورها منافع خود یا پایگاه خود در داخل افغانستان از دست میده. واضح است که تمام کشورها هم در حوزه شمال هم در حوزه شرق و غرب افغانستان میخواهد که کسایی را داشته باشه که برای براندازی یک نظامی که در واقع حمایت آمریکا را داشته باشه مشخصا کمک بکنه. طبیعتا امو مقوله معروفی که خود جنگ سه حالت داره، یکی این که منبع جنگ است، یکی فکر جنگ است و یکی هم میدان جنگ. کشورهایی که فکر و منبع جنگ نداره به شکل خودکار تبدیل به میدان جنگ میشه. از اینکه ما هم دولت افغانستان و هم نیروهای مسلح مخالف هیچ کدام ما متاسفانه هنوز هم دکترین جنگی نداریم، به شکل خودکار وابسته هستیم به منابع و فکر جنگی کشورهای دیگه. کوشش میکنیم که هر کشوری که از لحاظ فکری به ما کمک میکنه از او حمایت بکنیم. به او خاطر حالا جناب استاد، زمانی که طالبان در افغانستان حکومت میکردن اینا خاطر... در سه کشور سفارت داشتن، پاکستان، امارات عربستان سعودی و حتی دیپلماتای ایران هم در می شهر مزار شریف در چند قدمی ما و شما به قتل رسانن جمع خبرنگارش که اینا جاسوس است. اما امروز نمو طالب میره در تهران با وزیر خارجه ایران میبینه و وزیر خارجه ایران از او استقبال گرم میکنه. فکر نمیکنین که حالا طالب هم سازندهش چند فابریک است در کشورهای مختلف، از هر جای از هر کمپانی یک طالب میآیه؟ من فکر میکنم که همین بحثی که من مطرح ساختم جواب سوال شما است. مثلا ما فعلا افغانستان یک کشوری است که فقط میدان جنگ است و متاسفانه و هزار متاسفانه نیروهای امنیتی صادق و فداکار ما در این میدان به نفع کسایی میجنگند که فعلا ما به دلیل نقیصی که داریم صاحب فکر و منبع جنگ نیستیم. هیچ گاهی کلشنکوف یا توپ دی سی در افغانستان تولید نمیشه، یقینا از یک جای دیگه میاد، یا مثلا اسنایپر در افغانستان تولید نمیشه، از جای دیگه میاد. طالب که آموزش میبینه طبیعتا در حربی پانتونای حربی افغانستان آموزش نمیبینه، اینا حتما یا در پراچینار یا در مشهد یا در لاهور یا در کویته یا در جای دیگه آموزش میبینه. وقتی آموزش میبینه با فکر کشورهای بیگانه میاد داخل افغانستان، از اینجا به عنوان میدان جنگ استفاده میکنه. اینا ما فکر میکنم هرچند از حوزه بحث امروز ما و شما خیلی دور است، چون بحث ما تلفات غیر نظامی ها بود، اگر به یاد رسا بریم من فکر میکنم خوب است که یک برنامه دیگر از شما اختصاص بدیم که ما مشخصا بیم روی این بحث صحبت بکنیم، چون این یک بحث خیلی پیچیده است. نظر به وضعیت امروز که در منطقه و جهان حاکم است، افغانستان یک نقطه بسیار داغ است برای تقابل قدرت‌های منطقه و جهان و شاید فردا یا پس فردا یا سال دیگه کسای دیگه اگر ما تکان نخوریم دولت افغانستان نتونه صاحب ملک و مال خود باشه، شاید کسای دیگه تحت نامه‌های دیگه بیاید و وضعیت در افغانستان مختل بسازه و ما هر کدام با نفع کشورهای منطقه جنگ بکنیم و از افغانستان به عنوان یک میدان جنگ استفاده شود. از لحاظ تیوریک بحث همیست، ولی ای که کی حق است کی ناحق است، من فکر میکنم ما و شما در سال 2004 قانون اساسی ساختیم و هر کدام ما از ملا و معلم و کراچیوان و والی هم ما رای دادیم که ما قانون اساسی رو قبول داریم. حتی کسایی که امروز تفنگ سرشانهشان است و ما را هدف قرار میده، اینا کسایی هستند که ما هم ما میشناسیم، اینا کسایی بودن قانون اساسی افغانستان امضا کردن، انگشت گذاشتن که ما قانون قبول داریم. حال بحثی است که چرا تمام این سازوکارها به این خاطر هستن که واضح است، چرا افراد ملکی قربانی شود. ما باید به طرف یک جامعه بریم که افراد دارای یک خردی باشن، به او خرد جمعی برسیم که دیگر افراد ملکی قربانی نشود. اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت ملی افغانستان هر خطایی که انجام میده
یقینا از چشم رسانه ها دور نمیمونه، از چشم کسایی که دولت افغانستان حمایت میکنه دور نمیمونه. ما یک حکومتی که بخوای افراد ملکی رو بکشه به هیچ عنوان قبول نداریم و تعهدات اردو، پلیس و امنیت ملی دمی است که باید افراد ملکی آسیب نبینه. حالا بحثی است که ما در عین حال که میزنیم بیاین از مخالفین مسئله دولت افغانستان هم بخوایم، اگر معتقد به ارزش‌های دینی هست که مولای صاحب فعلا پیشتر آیت قرآن تلاوت کردن، قتل یک انسان به طور عمد برابر است با قتل تمام افراد در روی کره زمین، پس گپ خدا و پیامبر از این که واضح تر نیست دیگه. اگر اونا برداشتشون یک چیز دیگه هست، حتما از لحاظ تفکرات دینی با ما و با این کتاب مشترک که داریم تفاوت های وجود داره، تفاوت در برداشت وجود داره. وقتی شما میبینین افراد کلیپ های هست که افراد در بادغیس در خیلی جای ها استاد میشه و یک کار در گلوش میمونه مثل مرغ حلال میکنه، این من نفهم در کدام کتاب است، اینا کیا هستن؟ بحث ما است که ما چی کار باید انجام بدیم به اون خرد انسانی برسیم که دیگه افراد بیگناه را نکشیم. اگه زورشان به عسکر میکشه، به اردو و پلیس میکشه، خب اینا کسایی هستن که نامشان در قانون اساسی افغانستان آمده، تعریف شده، خب بسم الله اینا را بکشن. اگر زورشان به اینا نمیکشه، خب افراد ملکی را نکشن، چون به اساس قوانین بین المللی و تعاریفی که ما از دین و از مذهب و از آموزه های دینی داریم، معنایش است که کسی که از صف محاربه بیرون میشه دیگه او یک آدم ملکی است، یک آدم غیر نظامی است، نباید هدف قرار بگیره. ما برداشت ما است که خوب است که امروز ما شما مشخصا بیایم سر کاهش یا تقلیل تلفات افراد غیر نظامی صحبت بکنیم و بحثای پیچیده ای که برمیگرده به ای که کی بر حق است و کی نیست، کی از کی حمایت میکنه، این یک بحث دیگه است. بحث حوزه قدرت است، هر کس میخواد به قدرت برسه ولو به قیمت جان خیلی کسای دیگه، ولی اینا امیر رسیدن به قدرت باید انسانی شه. وقتی ما در انتخابات یک سال یک و نیم سال طول میتیم و ما حوصله میکنیم، چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما میخواهیم که قدرت به شکل بسیار مسالمت آمیز و منطقی انتقال پیدا بکنه. در غیر از او اگر مسئله زورآزمایی باشه، خب باز وقت ما متاسفانه از قانون اساسی خود فاصله میگیریم، از اردو و امنیت پلیس فاصله میگیریم و هر کس وظایفش تغییر میکنه. برداشت ما است که ما در شرایط خیلی خوب و در شرایط بسیار بد قرار داریم. اگر با قانون تمکین بکنیم آدمای شریفی هستیم و اگر از قانون عدول بکنیم آدمایی میشیم که هم ما نام ما را شاید سارق مسلح، مخالف مسلح، طالب یا هر چیز دیگه بانه. شاید خیلی کسا وقتی پشت تریبون میه نتونه که خیلی بحثا را مطرح بکنه، ولی بحث ما است که ما به اینا نگادم بی‌طرف که نه در نظام یک پست سیاسی یا نظامی داریم و نه طالب هستیم، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی در این مملکت حق زندگی داریم. برداشت ما است که کسایی که به مردم افغانستان احترام داره مردم را نکشه. مسئله چارای زنبق، مسئله شاشهید، مسئله مزار و هر گوشه افغانستان شاهد بدبختی های فراوانی هست که در اونجا شاید یک نفر سرباز خارجی کشته شده باشه ولی 400 نفر طفل و زن افغان در اونجا جان خواهد از داده. این نشرعی است و هر کسی هم که جرأت و گستاخی از این نداره که بگه کسی این کار میکنه، اینا آدم های شریفی نیستن، اینا آدم های کثیفی هستن. من فکر میکنم ما باید صف خود جدا بکنیم، این عزت نفس باید داشته باشیم دیگه. سپاس. ببخشید که فضا صحبت خواهش میکنم. سپاس. عزیزان شنونده شبکه رادیو نهاد، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان، پس از یک میان برنامه در بخش اخیر برنامه تحلیل ما را دنبال کنید. بازم خوش آمدین به ادامه بحث. یک پرسش سه پاسخ، بخش اخیر برنامه. چی باید کرد تا صدمه رساندن به غیر نظامیان اگر صفر نمیشود کاهش یابد؟ آقای رضایی. تشکر. اونچه که مربوط به نیروهای امنیتی میشد، نیروهای امنیتی همیشه روی از این موضوع فوکس و تمرکز بسیار عمیق دارن. از خدمه قماندانایی که در خط جبهه هستن تا خدمه سربازی که جنگ را پیش میبرن، این موضوع برشان گفته میشن. همیشه اونچه که به خاطر حفاظت از جان مردم ملکی، ترنینگ هایی که از جانب آی سی آر سی یا مثلا اینا صورت گرفته، همه سازمان های حقوق بشری که من دقیقا مخفف اسم انگلیسیش یادم رفته، سی آر سی، از او برشان ترنینگ داده شدن و او از خدمه های به اصطلاح فرماندهیشان انتقال میکنن به کسایی که در خط جنگ میکنن و همچنان قوای هوایی ما به اصطلاح او کسایی که بس گردانندگی سلاح‌های مثل توپچی و هاون اینا را دارن، اونا
مثل سابق نیستن، امروز خیلی مدرن شدن که بر اساس کوردینات و کوردینات هم بر اساس ملیم و درجه تنظیم میشه که خیلی دقیق هستن، صورت میگیرن، بر از اینا گفته میشن و همه تأکیدات بر این هستن که از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود و یک جانب از این برمیگرده به مردم ملکی که مردم ملکی به خاطر از این که نیروهای امنیتی را پهلو بده و در کنار نیروهای امنیتیشان به اسلام مسئولیت شهروندیشان را ادا بکنن تا اینکه از مردم ملکی تلفات یا قربانی در جریان جنگ گرفته نشود با نیروهای امنیتی همکار باشه و حضور حراس افغانای طالب را در ساحاتی که اونا در برابر نیروهای امنیتی مبارزه میکنن و در خانه هایی که اونا سنگر میسازن نیروهای امنیتی را هدف قرار میدن و در جاهایی که اکثرا اونا ماین هایشان را تعبیه میکنن با نیروهای امنیتی اطلاع بدن و همکاری بکنن تا اینکه ما بتونیم حداقل این تلفات ملکی را یا افراد ملکی را تقلیل ببخشیم. با توجه به این که در هر جنگی که در دنیا اتفاق افتاده ما بازم تاکید میکنم کشورهایی که مدرن ترین ارتش های روز را داره اونا هم نتونستن که تلفات ملکی را در ساحات مسکونی به صفر برسانه، ولی برای کاهش ازی وجود داره که به نظر از ما اینمی دو موضوع هستن، نیروهای امنیتی دقت لازم را دارن، تریننگ های کافی دیدن، ولی یک بخش ازی که برمیگردن به مردم، مردم باید با نیروهای امنیتیشان همکار باشن تا اینکه ما بتانیم موفق شویم که تلفات افراد ملکی را کاهش بدیم. با توجه به اینکه اگر شما توجه کنید، ببخشید من یک طولانی شد، توجه داشته باشین که یک بخش بزرگ تلفات ملکی ما ناشی از ماین های تعبیه شده هستند که متاسفانه در اون ساحات ملکی اینا جابجا میشه، مردم ملکی هم مطلع هستند ولی با نیروهای امنیتی او را در میان نمیگذارن. حالا دلیلش من نمیفهمم که چی هستن، یا شاید مخاصمات ذات البینی با همسایه هایشان باشن یا به اصطلاح موضوعات دیگه ای باشن که طالب میاد از زیر به اصطلاح یک پلچک راهگذری که بین دو خانه همسایه هستن اونجا ماین میگذارن و همسایه بغل که خبر میشن به همسایه او طرفیش اطلاع نمیتن، بالاخره به چی برسه به این که نیروهای امنیتی و قربانی از اون کی هستن؟ مردم ملکی هستن. ما با اینمی روش ها در مجموع با مسئولیت اساسی شهروندای مسئول که با نیروهای امنیتیشان و کسایی که در برابر جنایتکارای تاریخ مبارزه میکنن همکار باشن، اطلاع بدن تا اینکه ما بتونیم گراف تلفات ملکی رو پایین بیاریم. سپاس. جناب آقای پیغامی، در 13 عمل سال 1397 هجری خورشیدی عمله از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی دلال سوالی دشت ارچی ولایت کندوز صورت گرفت و یک سرصدای گسترده در رسانه ها نشر شد، حتی شما را سیاسیون نیز محکوم کردن این عمله را و گفتن که غیر نظامی ها گویا به شهادت رسیده. پس آن معلوم شد که تعداد از اعضای شورای کویته طالبان جمع یک تعداد افسرهای آیسای به قتل رسیدن، حتی مولانا فضل الرحمن در پاکستان بر او فاتحه گرفت برای کسایی که در 13 عمل در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز به قتل رسیده بودند، در حالی که اگر واقعا او به فکر همسایه افغان خود می بود چرا به شهدای چارای زنبق نگرفت، چرا به شهدای ششترنگ نگرفت، چرا به شهدای باقرالعلوم نگرفت یا حوادث دیگه. به باور شما تا چی حد پروپاگنده ها در ای قضیه نقش داره و تا چی حد بزرگ نمایی شده صدمه رساندن به غیر نظامی ها توسط استخبارات منطقه و جنگ روانی که از سوی مخالفین مسلح در کنار جنگ نظامیشان جریان داره؟ از دانپرست صاحب، ای بر میگرده به امو رسانه ها که ای را پوشش میتن. ما هم دیدیم اول به نام یک مدرسه را حمله کردن، حمله هوایی صورت گرفتن، اونجا یک محفل دستاربندی فراغت بود و بعد چند مدت بعدش دفتن نیج هم مدتی که تیر شد ای را به اون عنوانی که شما گفتین، ایا کلش بر میگرده به امون پیش فهم کردن مردم ملت. ما دولت هستیم، دولت میخواه که تلفات غیر نظامی را در اولویات کار خود قرار بده. کاهشه بله کاهشه، پیش از پیش یک پیش فهم برای مردم خود داشته باشه. حداقل در یک منطقه عملیات میشه، شاید همی از لحاظ نظامی آقای رضایی و ما هم نظر نباشه، یک اعلامیه بگن که ما در فلان منطقه عملیات میکنیم. خب حالا مخالفین مسلح میکروزن باز از اون منطقه دیگه؟ گوش کنین حالی که مخالفین مسلح، همون قسمی که وزیر دفاع گفت اگر 100 نفر مخالفین مسلح فرار میکنه ما جان یک نفر ترجیح میدیم که او سالم بانه، او غیر نظامی بوده باشه.
مردم ملت بیچاره چی گناه داره؟ اگر با مرمی دولت هم میمره ملت میمره، با مرمی مخالف هم میمره ملت میمره. یک پیشفهم باید برای مردم داشته باشن. اما زمانی که شما اعلامیه بدین اونا کمین میگیرن، اونا ماین‌گذاری میکنن، تعدیدات بیشتر میشه و ریسک قربانی رساندن به نیروهای امنیتی یک ریسک بزرگ را باید اینا متحمل شوند، چرا که ممکن است قربانیانشان بیشتر شود. به هر حال جناب استاد صفوت، از شما میخواهیم بپرسیم که با توجه به مسائلی که مطرح شد، آیا صدمه رساندن به غیر نظامیان بزرگ نمایی نمیشه؟ او صدمه ای را که طالبان میزنه به مراتب بیشتر از نیروهای امنیتی و دفاعی. شما مثالایش در لابلای صحبتهایتان گفتین، اما یگان مورد که نیروهای امنیتی و دفاعی یا به دلیل سپر قرار دادن غیر نظامی ها توسط طالبان یا به دلیل اطلاعات اشتباه استخباراتی غیر نظامی ها را آسیب میزنه، به باور شما چرا بزرگ نمایی میشه؟ فکر میکنید که جنگ روانی مخالفین مسلح در کنار جنگ نظامیشان جریان داره؟ خب ما فکر میکنم بسیار واضح است. دولت افغانستان از لحاظ صحبت هایی که ما چند روز پیش همراه مقامات ارشد امنیتی افغانستان دولت افغانستان و با همطور با آقای حمدالله محب، دولت افغانستان از لحاظ تبلیغاتی متاسفانه مشکلات زیادی داره. دلیلش هم شاید خیلی واضح نباشه. از این لحاظ طالبا یا مخالفین مسلح دولت افغانستان از لحاظ اطلاع رسانی و تبلیغات هم ابزار دینه در اختیار خود داره، چون نامشان نمرایشان یک جای است، و هم از لحاظ اطلاع رسانی سرعت عملشان فوق العاده زیاد است. از این لحاظ طبیعتاً دشمن دشمنی و جنگیدن دیگه جای از این است که آدم با هم دیگه تعارف بکنه. طبیعتاً هر کسی که امکانات و منابعی را به خاطر نشان دادن قدرت خود داشته باشه، از او در هر سطحی که بخواد میتونه استفاده بکنه. طالبان این کارو میکنه، دولت افغانستان این کارو میکنه، آمریکا این کارو میکنه، روسا این کارو میکنه، و در این قسمت که تعارفی وجود نداره، شرایط خاصی هم وضع نشده و خیلی ساده هست که هر کسی بخواد از آنچه که هست در اختیار داره از او استفاده بکنه. عرض وجود کردن، شما دیدین در جریان مذاکرات دوحه طالبان کارایی که انجام داد حتی باعث شد که مذاکرات متوقف شود. یعنی نشان دادن قدرت همیست، یکی کی حق است کی باطل است و اینا بحث هایی است که خارج از این بحث ما و شماست. بازم آنچه که به ما میرسه و مربوط بحث امروز میشه که خواهش ما از طرفین درگیری است که مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه جنگی تلاش صورت بگیره که به افراد ملکی آسیب نرسه. کشتن افراد ملکی نشان دهنده قدرت و اقتدار طرفین جنگ نیست، نشان دهنده ضعف و نامردی و ناجوانی طرفین جنگ است. تماشاگران تلویزیون پیکان، عزیزان شنونده شبکه رادیو نهاد، این بود برنامه تحلیل امروزی فشرده بس از دیدگاه قرآن کریم. من حیث مهمترین منبع رهنمایی بشریت، کشتن یک انسان بیگناه معادل است با کشتن تمام انسانها. از سوی دیگر بزرگ نمایی ساختن، صدمه رساندن به غیر نظامیان از سوی جریانهای استخباراتی منطقه و جنگ روانی راه اندازی شده توسط آنها در کنار ضعف تبلیغاتی حکومت افغانستان از عوامل بوده که مشکل آفرین شده است. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا اندازه توان میخواهند تا به غیر نظامیان آسیب وارد نشود و اولویتشان حفظ حیات غیر نظامیان است. این بود فشرده بحث امروزی. با سپاس از آقایان دگرمن محمد انیف رضایی، سخنگوی قلوردی 209 شاهین، مولوی عبدالباسط پیغامی، عضو شورای عالی سرتاسری علمای افغانستان، و استاد عبدالحمید صفوت، رئیس اتحادیه نهادهای مدنی ولایت بلخ. تا درود دیگر، بدرود.